درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهقانپور هستم. در پنجشنبه 18 دی ماه 8 ژانویه نگاهی داریم به افراطگرایی اسلامی و وحدت شیعه و سنی. امروز فرانسه عزای ملی است. در حمله مردان مسلح به دفتر نشریه هفتگی طنز شارلی ابدو در پاریس 12 نفر کشته شدند. مهاجمان پس از ترور اعضای شورای سردبیری نشریه هنگام خروج همطور که شنیدید فریاد الله اکبر سر داده و گفتند انتقام پیامبر را گرفتند. رهبران جهان از اروپا تا آمریکا این حملات را قویاً محکوم کردند. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با محکوم کردن این حمله در انتقاد از انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام در این نشریه گفت سوء استفاده از آزادی بیان و تندروی فکری و ترور شخصیت‌های مورد احترام ادیان و ملت‌ها توهین به ادیان الهی و ارزش‌ها و نمادهای مورد احترام این ادیان محکوم است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه هیئت دولت با تبریک میلاد پیامبر گفت در شرایط امروز جهان با این همه خطراتی که دنیای اسلام را تهدید می‌کند لازم است که شیعه و سنی همه در کنار هم قرار بگیریم و دست به دست هم بدهیم و در دنیای اسلام وحدت و اتحاد ایجاد کنیم. ساعتی قبل از جلسه هیئت دولت روحانی در همایش بین‌المللی وحدت اسلامی گفته بود اگر یک کانال تلویزیونی و یا رادیویی به نام دفاع از شیعه و یا به نام دفاع از اهل سنت در برابر دیگر مذاهب می ایستد با صدای واحد آن را محکوم کنیم. اگر دنبال وحدت و اتحاد هستیم باید چنانچه کسی به مقدسات مذهب دیگر اهانتی روا داشت با صدای واحد او را مطرود و محکوم کنیم. آیت الله حسین علی منتظری در سالهای پس از انقلاب با توجه به اینکه میان شیعه و سنی در خصوص ولادت پیامبر اختلاف نظری بود همین اختلاف را به عنوان عامل اتحاد معرفی و هفته وحدت را اعلام کرد. اخیراً سایت‌های حکومتی مدعی‌اند که نامگذاری هفته وحدت مربوط به دوران پس از پیروزی انقلاب نیست. این نامگذاری پیش از انقلاب در سیستان و بلوچستان اجرا شد زمانی که آقای خامنه‌ای در ایران شهر روزگار تبعید را سپری می‌کرد. 3 دهه پس از برگزاری هر ساله مراسم هفته وحدت در ایران و در گستره تاریخ اسلام شیعه و سنی در چه فاصله ای از هم قرار دارند؟ علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید امروز ما با اسلام ناب محمدی، اسلام افراطی با ترویج عربستان، اسلام سکولاریزه شده ترکیه و با شیعیان افراطی مواجه هستیم. شیعه ای که به مقدسات اهل سنت اهانت کند و ترویج کننده عزاداری خشن باشد و اهل سنتی که دست به کشتار انسان ها میزند مورد تایید نیستند. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم وحدت شیعه و سنی میتواند جلوی رشد افرادگرایی اسلامی را بگیرد. همطور که میبینید در این نظرسنجی که بسیار هم پرترافیک بوده اکثریت گزینه بله را انتخاب کردند. خوشبین هستند و اعتقاد دارند که در صورت که وحدت شیعه و سنی صورت بگیره و اختلافات رو کنار بگذارن میشود با رشد افرادگرایی اسلامی مقابله کرد و جلوی اون رو گرفت. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این بحث و نظرسنجی امروز شرکت کنید. این موضوع رو با کارشناسان برنامه حتما در میون میذاریم. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم میتونید با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه هم به فیسبوک افق مراجعه کنید. اما نگاه بیاندازیم در 7 پرده به افرادگرایی اسلامی و وحدت شیعه و سنی در ایران. کسانی که اسم شیعه و سنی به گوششون نخورده بوده است ایادی استکبار، حالا توی تبلیغات رسمیشون هی تکیه میکنن که بله ایران شیعه، نمیدونم گروه شیعه در عراق، گروه شیعه در فلان کشور، هی رو مسئله شیعه و سنی تکیه میکنن. چرا؟ چون این رو وسیله خوبی پیدا کردن برای ایجاد نقار بین مسلمانان. علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی.
میزان استفاده از اهل سنت در دولت 11 خیلی کمتر از حد انتظار، اما بهتر از گذشته است. انتظار این است که در انتخاب اهل سنت تناسب جمعیت رعایت شود. قانون مدافعان حقوق بشر مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان را به عنوان تلاشگر حقوق بشر سال 1393 انتخاب کرد. سایت‌های توندو در ایران مولوی عبدالحمید را به دامن زدن به اختلافات میان شیعه و سنی متهم کردند. معاون وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی: دشمنان به اسم شیعه 17 شبکه ماهواره‌ای ایجاد کردند که دفاتر آنها در داخل کشور توسط نظام جمهوری اسلامی تعطیل شده است. ممکن است در قم و به اسم مرجعیت فتواهایی صادر شود، اما آنچه برای ما ملاک است بیانات رهبری است که اختلاف بین شیعه و سنی را حرام اعلام کردند. رسول خضری، عضو فراکسیون اهل سنت مجلس: سران سعودی که نسبت به تحریم برگزاری میلاد پیامبر توسط مفتیهای سعودی سکوت می کنند، دست کمی از داعشی ها ندارند. فرید العطاس، استاد دانشگاه سنگاپور: دعوای امروز دعوای شیعه و سنی نیست، بلکه دعوای سلفیگری با شیعه است. سلفی ها می گویند که یک یهودی مکتب شیعه را خلق کرده است، بنابراین شیعه شاخه ای از یهودیت است. اما علمای اهل تسنن این مطلب را جدی نگرفتند. این وهابیون هستند که آن را بزرگ جلوه دادند. هاشمی رفسنجانی در دیدار با عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای عراق: بزرگان شیعه و سنی باید توجه داشته باشند که دشمنان اسلام مسلمانان را به جنگ‌های داخلی نکشانند. نباید به بهانه جشن‌های مذهبی به مقدسات پیروان مذاهب دیگر بی احترامی کرد. بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افق آقای بهرام مشیری، تاریخ پژوه، گفتگوی از پیش ثبت شده با ایشون داشتیم که در طول برنامه خواهید دید و شنید. آقای محمد هدایتی، دبیر کل جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر که از ایرواین کالیفرنیا به ما میپیوندند، و آقای عبدالقادر ترشابی، کارشناس علوم اسلامی که از دبی با ما هستند. به هر دوی شما درود میگیم. به افق خوش آمدید. ابتدا اجازه بدید واکنش آقای مشیری رو به عملیات تروریستی در پاریس در نشریه شارلی ابدو با هم بشنویم. من فکر میکنم بایستی منتظر بدتر از این هم بود، به جهت اینکه همونطور که عرض کردم این قضیه ایدئولوژیک هست و داستان ایدئولوژیک نه استدلال برمیدارد و نه موضوع انسانیت هرگز چهره توانسته است در مانع جنایات ایدئولوگ ها بشود. و گفت گدین تیر از سرکش نیرمیست، نه بر مرده بر زنده باید گریست. آقای دخان. آقای هدایتی، آقای ترشابی، برشک شما در کنار اینکه چهره های شناخته شده هستید در امور دینی و مذهبی، هر دو چهره های رسانه‌ای هم هستید، در برنامه های تلویزیونی مرتب حضور دارید و شرکت میکنید. ابتدا بشنویم واکنش شما رو به اونچه که در پاریس گذشت. به عنوان دو شخصیت شناخته شده مذهبی محکوم میکنید اونچه که در پاریس دیروز گذشت؟ آقای هدایتی از شما شروع کنید. این با سلام و درود خدمت شما جناب آقای دهخانپور، مهمانان محترم و همه بینندگان عزیز و ارجمند. ضمن اینکه من تبریک میگم میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو، همچنین سال جدید رو به همه مسیحیان و هموطنان عزیز. این عمل غیر انسانی توسط همه انسانهای آزادی خواه، آزاد اندیش و هر کسی که اهمیت میده به کرامت انسانی محکوم و مطرود هست و غیر قابل قبوله. ولی طبیعتاً همچنان که در غیر مذهبی ها هم این عملیات افراطی وجود داره، عامل این ترورها و خشونت ها
نمیتونه ضرورتاً مذهب باشه و ریشه های اون رو باید مورد بررسی قرار بدیم، عوامل اون رو، و صرفاً به خاطر افکار یا عقاید خاص خودمون که افکار دین ستیزانه باشه لزوماً نباید بگیم این خشونت ها ریشه مذهبی داره و به خاطر ترویج یک ایدولوژی خاص اینطور صورت میگیره. آقای هدایتی، سابقه در تاریخ بشریت داره، به گستره های مختلف در صورت میگرفته. آقای هدایتی، نکته که در لحن شما هم کاملا مشاهده میشه، بسیاری از برشک انجمن های اسلامی، مؤسسات اسلامی در همین فاصله 24 ساعت گذشته آمدن و بیانیه صادر کردن، محکوم کردن، و همیشه این چالش وجود داشته که هر بار یک اتفاق این گونه شبیه این، حالا این بار رخدادی بود که شاید در 40 50 سال گذشته در فرانسه بی سابقه بوده چنین اتفاقی، و این تعداد افرادی که کشته شدن در یک حمله‌ای که انگیزه ها به هر شکل انگیزه های مذهبی بوده، حالا در موردش صحبت میکنیم، اون چه که حداقل تروریست ها ادعا میکنن، چقدر این وضعیت افرادی مثل شما رو و افراد شخصیت های مذهبی رو، شرایط شما رو بغرنج میکنه، برای اینکه از یک سو باید این گونه حرکات رو محکوم بکنید، از سوی دیگر هم میخواهید به فعالیت های ترویج در واقع مذهبیتون ادامه بدید، شرایط برای شما احساس میکنید که تنگتر میشه با این گونه اتفاقات و عملیات تروریستی؟ من فکر میکنم باید نگاه دقیقتری به این جریان ها داشته باشیم. سالهای قبل هم ما در این باره صحبت کردیم، وقتی که فعالیت تروریست ها و خشونت طلب ها و افراطی ها محدود هست، اون موقع به فکر درمان این معضل اجتماعی نیستن کسانی که میتوانند، خب ضرورتا کار به اینجا به این مرحله میرسه. ما اگر نگاه دقیق تری داشته باشیم به این جریان، اون رو هم چالش میدانیم هم فرصت. چالش بر این که همچون که شما فرمودید نوع فعالیت های ما دشوارتر میشه، سختتر میشه، و این دین هراسی تبلیغات بیشتری روی اون میشه در جهان، و طبیعتاً پیامدهایی در بخشی از مناطق، کشورها و اذهان خواهد داشت، دین گریزی و یک حربه، و یک حربه خیلی بسیار خوبی خواهد بود برای دین ستیزان. ولی از اون طرف یک فرصتی برای دین باوران هست که بیشتر تلاش کنن، فعالیت کنن، چهره اسلام رو همچنان که هیچ هرگز خشونت و تندی و کشتن مخالفان در اون راهی نداشته، در آموزه های قرآن، در آموزه های اهل بیت، در آموزه های پیامبر و سفارشات و اونچه که از جانب رهبران راستین اسلام آمده، هرگز خشونت، ترور، وحشت راه نداشته. حالا در ادامه سخن حتما خواهیم رسید درباره اخلاق پیامبر، روش و منش اون، که من فکر میکنم رفتار حکومت ها تأثیر بسیار فراوانی داشته، حکومت ها خصوصا در این نیم قرنه اخیر، البته پیشینه تاریخی قدیمی هم داره، رفتار حکومت ها بسیار مؤثر بوده در اینکه این خشونت ها و ترور ها توسعه پیدا کنه، گسترش پیدا بکنه، و طبیعتا ما باید از این فرصت استفاده کنیم. ما به عنوان دین باوران که می توانیم متحد بشیم با کل جهان، با فارغ از هر ایده و عقیده که باشند، که بیاییم این تروریسم رو محکوم کنیم، این خشونت رو محکوم کنیم. هدایتی، من حالا میخوام البته با آقای ترشبان بحث دنبال بکنیم، ولی اگه میشه در یک جمله این پاسخ رو بفرمایید، بعد برمیگردیم به شما. خیلی مشخص میخوام بپرسم، صرف نظر از اینکه این رسانه کاریکاتورها و مطالبی که منتشر میکرده احتمال من میدم شاید برای شما هم خیلی خوشایند نبوده، برای شاید بسیاری از دین باوران، ولی این رو به نظر شما حمله به آزادی بیان میدونید؟ یک جمله بفرمایید، بعد وارد جزئیات میشیم دفعه بعد که برگشته میشون. همچنان که توهین به عقیده و اندیشه های دیگران باطل هست، ولی صرفا به خاطر اینکه
کاریکاتور کشیدن مجوزی صادر بشه از طرف دین باوران یا مقامات دینی که بتوانند عملیات خشونت و ترور رو انجام بدن باطله. بسیار سپاسگزارم. آقای ترشوی خوش آمدید به برنامه. واکنش شما رو بشنویم به اونچه که در پاریس رخ داد. شما به عنوان برشکی شخصیت مذهبی که حضور رسانه‌ای شاخصی هم دارید در میان اهل سنت محکوم میکنید اونچه که در فرانسه گذشت، واکنش شما چه هست؟ این حمله به آزادی بیان هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما سیامک عزیز و بینندگان گرامی شبکه صدای آمریکا و همچنین مهمانان گرامی که با شما حضور دارند. اون چه مسلم هست، اون چه که امروز در واقع در روز گذشته در پاریس اتفاق افتاد و چه بسا در سالهای گذشته هم و ما نمونه های از این جریانات داشتیم، قطعاً محکوم هستند و امروز ما شاهد عکس العمل حرکت ها و جریانات اسلامی در خاورمیانه و در واقع صاحب نظران بودیم که این جریان رو محکوم کردن و قطعا اون چیزی که به عنوان خشونت امروز دارد صورت میگیرد، هیچ مسلمان و دعوتگری که در دنیا خواهان صلح و آرامش هست و در سایه صلح و آرامش هست که می توان اندیشه ها رو جلو برد و گفتگو کرد و در سایه خشونت در واقع نمی شود گفتگو کرد و اندیشه ها رو جلو برد، قطعا چنین خشونت هایی محکوم هست و نباید مسلمانان و غیر مسلمانان فضا رو برای خشونت فراهم بکنند. آقای ترشابی، اینها وقتی که بیرون می اومدن، من خودتونم دیدید، ابتدای برنامه هم شروع کردیم، شعار الله اکبر می دادن و گفتن که انتقام پیامبر رو می گیرن. چقدر به نظر شما این می تونه قابل توجیه باشه؟ یعنی چگونه می شود یک شخصیت مذهبی این رفتار رو توجیه بکنه که نشریه کاریکاتوری می کشته از پیامبر اسلام یا ادیان دیگه و مذاهب دیگری رو همینها به همین شکل باشون برخورد میکردن؟ فکر میکنید میشود به هر شکلی در افراطی ترین شکلش جایی در دین زمینه تاریخی وجود داره که بشه بر اساس اون عمل کرد؟ ببینید، درست هست که اینها هنگام بیرون شدنشون صدای الله اکبر در واقع شنیده می شود و این صدا رو میگن، ولی ما باید بدونیم که این افراد نظریه هیچ یک از صاحب نظران به نام جهان اسلام رو پشت سر خودشون ندارند و در حمایت از خودشون ندارند و قطعاً گرچه کشیدن کاریکاتور از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهانت کردن به مقدسات 1,700,000,000 مسلمان محکوم هست و فکر میکنم حتی طبق بیانیه های حقوق بشری که مبتنی بر این هستند که آزادی بیان تا جایی وجود دارد که احترام دیگران، امنیت عمومی دیگران حفظ بشود، فکر میکنم گرچه این عمل و این کار محکوم هست اما کسی وجود ندارد که فتوایی بدهد و نظری بدهد که علیه کسانی که چنین اهانتی رو کرده باشن یک چنین خشونتی به کار برده بشه. در واقع جالب هست که هم واکنش شما هم واکنش آقای هدایتی تا حدود زیادی شبیه اون چیزیست که جمهوری اسلامی واکنششون داد. یعنی در این حال که حمله رو محکوم میکنه، بحث انتشار این کاریکاتورها و نوع برخورد این نشریه رو هم انتقاد گرفته و محکوم میکنه. با آقای بهرام مشیری در همین ارتباط صحبت کردیم، از ایشون پرسیدیم که اشاره کردید که هیچ زمینه تاریخی وجود نداره. آقای هدایتی هم گفتن که در زندگی پیامبر هم چنین نشانه هایی نبوده، هرگز دستور به کشتن و حذف دیگران و برخورد خشونت‌آمیز داده نمی‌شده. آقای مشیری گونه دیگری نگاه میکنه. صحبت ایشون رو که شنیدیم برمیگردیم و واکنش آقای هدایتی و آقای ترشابی رو جویا میشیم. شما عرض کنم که پیغمبر اسلام شاید هوشمندترین رهبر سیاسی است که تا به امروز تاریخ گزارش کرده است. یعنی کمتر کسی دیده نشده است. با این
در واقع میزان ظرفیت از نظر محیط اجتماعی بتواند تا این اندازه در تاریخ تأثیر بذاره. حالا خوب بعدش من کار ندارم، اما در جواب سوالشون سوالی جوابی عرض میکنم که ایشان بسیار البته کینه‌توز بودن و کوچکترین کسی حرفی میزد که به ایشان برمیخورد دستور قتلشون رو صادر میکردن. اگر بخششی میفرمودن به خاطر قضایای سیاسی بوده. به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم اسماء بنت مروان یک خانمی بود، یک شعری گفت، بیچاره اهانتی هم نکرده بود، گفت یک نفر آمده است به نام حلال و حرام نفاق ایجاد کرده است و این سه بچه داشت و کسی رو فرستادن، یک بچه روی سینه‌اش خوابیده بود، برداشت گذاشت و خنجر رو در واقع در سینه او فرو کرد. یا ابی افک یک مردی بود شاعر، اینا پنج شاعر بودن در واقع که ایشون دستور قتلشون داد، اون هم یک شعری گفته بود، در همین زمینه ها بود، در 100 سالگی او رو کشتن. نظر ابن حارث کسی دیگری بود، عرض میکنن که داستان های ایرانی رو ترجمه میکرد به عربی، داستان های خدای‌نامه ها، رستم و اسفندیار، رستم و سهراب رو ترجمه کرده بود و بینندگان بیشتری داشت از حضرت رسول. این است که در قرآن در حق او آیه هست و اون رو هم در جنگ بعد گرفتن، عرض میکنم، و کشتن. و عبدالله ابن سعد ابن ابی سعر کاتب اول قرآن که بعد چون فصیح‌تر از ایشون بود بعض آیات رو عوض میکرد و ایشون هم موافقت میکرد و بعد سعد گفت اگر اینا سخن خداست چرا من باید بتوانم اینها رو، اینا مسائل تاریخی است، اینا دیگه اجماع مورخین بر این عقیدن و همه جا نگاه کنید هست، میگوید آقا اگر اینا سخنان خدا چرا هست؟ بعد جدا می شود و می رود و در فتح مکه دستور می دهد که اگر عبدالله ابن سعد ابن ابی سعر به قفل کعبه هم آویزان شده است او رو بکشید. و چند تنی که شترهایشون رو بردن 16-17 نفر بودن، شترهاشون رو بردن و شتربان رو کشتن، اینها رو دستور دادن چشمهاشون رو کندن، دستاشون رو بریدن و در آفتاب مکه گذاشتن، در آفتاب مدینه تا به اونجا به قول طبری همی تپیدن تا بمردن. بنابراین اما اگر تشخیص میدادن که به نفعشون نیست به لحاظ سیاسی البته گذشت میکردن. مثلا فرض کنیم بزرگترین دشمن حضرت ابو سفیان بوده، اما چون بزرگ قریش بوده و دستور قتل ابو سفیان رو دادن به صلاح ایشان نبوده، البته در فتح مکه میفرمایند که هر کس به منزل ابو سفیان برود در امان است و وقتی هم ابو سفیان مسلمان میشود به ظاهر و بیرون میان همه با هم در 12,000 نفر شمشیر زن در جنگ طائف، بیشتر غنایم رو به ابو سفیان میدهد چون به لحاظ سیاسی میبایست این کار رو میکرد. آقای هدایتی واکنش شما رو بشنویم اونچه که آقای مشیری عنوان کردن و میشود بر اساس اونچه که ایشون گفتن افرادی باشن و همین رو سند قرار بدن برای برخوردهاشون و نمونه برشک ما همین یکی دو دهه گذشتهش هم بسیار خاطرشون هست که آقای خمینی فتوایی در مورد قتل سلمان رشدی صادر کردن بعد از نوشتن کتاب آیات شیطانی. بله، از این سوء استفاده ها بسیار در تاریخ بوده، از این جعلیات و دروغ هایی که نمونه هایش رو آقای مشیری الان فرمودن بیان کردن، ولی پیام اسلام بسیار روشن و واضح هست. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای کسانی که ایمان آوردید همه در صلح و امنیت و آرامش وارد شوید. پیامبر میفرماید انی بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم برای اینکه ارزش های اخلاقی رو تکمیل کنم. ببینید اون چی که در بین کتاب ها وجود داره که عده کمی اون رو قبول دارن یا نوشتن یا بهش استناد میکنن، این نمیتونه محور بحث باشه در یک گفتگویی که افکار و نظریات مختلف هست. اون چی که مورد قبول میتونه باشه این که جمیع علما یا لااقل اکثریت قریب به اتفاق علما و مورخین اون رو پذیرفته باشن. این مطالبی که ایشون فرمودن من خب هیچ ارزشی برای بنده نداره چون مورد اتفاق علما نیست و پیام اسلام خیلی واضح و
روشن هست. یعنی شما هیچ موردی رو خاطرتون نیستش که در تاریخ اسلام برخورد کرده باشین براتون جای پرسش باشه؟ همین که... مطلب فتح مکه بسیار مطلب خیلی روشنی هست. پیامبر خانه کعبه، خانه ابو سفیان رو محل امن قرار داد. شما ببینید اگر یک کسی که یک انقلابی میکنه، یک فتحی، گشایشی، کشورگشایی صورت میده، اگر بخواد زهرشش میبگیره، بخواد سیطره خودش رو تثبیت بکنه، اول سران اونجا رو قتل عام میکنه و میکشه. همچنان که آقای خمینی اومد و این کار غیر اسلامی و غیر دینی رو انجام داد و نمونه هاش بسیار فراوان هست. یک نفر به نام ابن ابی امیه هست، ابن ابی امیه، پیامبر عفو عمومی دادن. این عفو عمومی مورد اتفاق تمام مورخین اسلام هست. حالا عده ای از جعلیات، اسرائیلیات اومدن وارد شده، دروغ ها وارد کردن در تاریخ. ما الان که میبینیم تاریخ معاصرمون رو، ما میبینیم در ایران هر هفته یک مطلبی اگه گفته میشه برداشت های مختلف میشه و حتی افراد مانند آقای رفسنجانی خاطره مینویسه، دیگران نمیپذیرند و میگن دروغ گفته، در حالی که در این زمانی هستیم در عصر رسانه ها. چه برسه اون زمان که روی پوست درخت، روی برگ درختان یا پوست حیوانات مطالب می نوشتن، بیشتر سینه به سینه و حفظیات منتقل می شده. لذا ما مطالبی رو قبول داریم که اکثریت مورخین و اکثریت علمای اسلام اون رو پذیرفته باشند. پیامبر بعد از وقت فتح مکه عفو عمومی صادر کردن و ابن ابی امیه رو فقط نبخشیدن و گفتن ایشون باید کشته بشه. تاریخ رو ببینید، ام سلمه آمدن پیش پیامبر و فرمودن شما که همه رو بخشیدید، این یکی رو هم ببخشید. فقط واسطه شدن، یک خانم واسطه شد و پیامبر او رو هم بخشید. این جعلیات و دروغ ها کینه توزانه بوده پیامبر، اینها اصلا مورد قابل قبول نیست. پیامبر کسانی که در اون قضیه طائف پیامبر رو سنگباران کرده بودن، عاص بن وائل یکی از دشمنان سرسخت پیامبر بود، پیامبر رو مسخره میکرد، وقتی پیامبر راه میرفت دنبال پیامبر شکلک در میآورد. پدر امرآس، عاص بن وائل، بعد از فتح مکه پیامبر ایشون رو به راحتی بخشید. خانه دشمن ترین دشمنش رو محل امن قرار داد پیامبر. از همین جهت بود که ورایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا شد، یعنی گروه گروه مردم می آمدن مسلمان می شدن. اگر قرار بوده باشه که کشتار عامل گسترش یک ایدولوژی، یک فرهنگ، یک مکتب باشه، خب چرا مغول ها و هیتلر ها در جامعه و در دنیای امروز هیچ جایی ندارن؟ قبل از پیامبر این همه آمدن و انقلاب ها انجام دادن، شورش ها انجام دادن، کشتارها انجام دادن. بعد از اون تا دنیای تا به امروز چرا فقط فرهنگ و افکار و مکتب پیامبر گسترش پیدا کرد؟ به خاطر این خشونت ها و کشتارها بوده. این چه عقاید سخیف و استدلال های خیلی بی ارزشی است که ما باید به اون تمسک پیدا بکنیم. ما از آقای مشیری چند سال قبل یک سند خواستیم، ایشون هنوز سند نیورده. حالا این مطالبش رو ما فقط به ایشون سلام میکنیم و از کنار اونها عبور میکنیم. البته اینجا بحث شخصی بود که شیعیان بحث شخصی ندیم، ایشون استنادشون آیاتی به سری از مطالعات تاریخی است که ایشون دارن و این رو هم من اشاره بکنم که این ایشون تنها فردی نیستن که این بحث رو عنوان کردن. حتی بعضی از این مباحث در داخل نشریات ایران هم به گونه انعکاس پیدا کرده، یعنی در مورد اینکه شما 100 درصد اونها رو رد میکنید، ایده هم اعتقاد دارن که نه اینها خب سند و مدارک اونها رو بیان بکنن. عرض کردم اون چیزی که مورد اتفاق علمای اسلام باشه، حتی غیر مسلمانان، مسیحیان، غیر مسلمانان، اروپاییان، غربی ها کتاب نوشتن این مطالب رو بیان نکردن که پیامبر خشونت طلب بوده و مروج خشونت بوده و کینه توز بوده و با مخالفانش برخورد تندی میکرده. برعکس پیامبر رو این همه اذیت و آزار دادن و شکنجه کردن. پیامبر در دنیای امروز به عنوان یک فرد با اخلاق، به عنوان یک فردی که مورد انواع اهانت ها و خشونت ها قرار گرفته و با دشمنان خودش بسیار برخورد لین داشته و معروف و مشهور هست. بله. ما نمیتونیم که این شذوذات و اعتقادات و نوشته های به صلاح خیلی
مشخص و جهتدار رو ملاک گفتار خودم قرار بدم. آقای ترشابی واکنش شما رو به همین مطلب بشنویم و این توضیح هم من بدم که برشک به لحاظ تاریخی شما قطعا بهتر از من میدانید که ما داریم شاید به شکلی اون چیزی هم که آقای مشیری در صحبتشون نهفته است، این که با دو وجه از زندگی پیامبر اسلام صحبت میکنه، وجه مدینه اون روکردیشون اونچه که در قرآن هم آیاتش مشخص است و در سوره هایی که هست در اون دوره و اونچه که مربوط به دوران مکه هست و خب ما اونجا بیشتر بحث حکومتداری و حتی برخورد و جنگ و در واقع خشونتی است که اونجا حس میشه. چقدر از اونچه که قطعا احتمالاً شما هم این رو حدس میزنم که رد میکنید که پیامبر چنین قصدی رو داشته یا به دنبال این بوده که مخالفان خودش رو حذف بکنه، حذف فیزیکی بکنه، چقدر این ناشی از این هست که به لحاظ سیاسی مسلمانان همین وضعیتی که الان دوچار هستیم نمیخوان بپذیرن که بخشی از اون چه که گفته شده واقعا ممکنه در تاریخ اتفاق افتاده باشه و بخشی از جنگ ها و مسائلی بوده که ممکنه پیامبر باش روبرو بوده؟ ببینید، بنده ابتدا بگم جای تأسف داره که وقتی که بودایی ها در میانمار دست به کشتار مسلمانان میزنند هیچ رسانه این مطلب رو تبلیغ نمی کند که مکتب و مذهب بودایی است که در واقع این رهنمونه ها رو دارد، یا وقتی که مسیحیان در آفریقای مرکزی دست به کشتار وحشتناک مسلمانان میزنند آقای مشیری و غیر مشیری اشاره نمی کنند که این در واقع رهنموده های مسیح علیه السلام عیسی بوده است که دست به قتل و کشتار می زند. 1,700,000,000 مسلمان دنیا اکثریت قریب به اتفاقشون انسانهای صلح‌جو، صلح‌طلب و در آرامش زندگی می کنند. اگر تعداد اندکی بدون نظر و رأی دانشمندان اسلامی دست به خشونت بزنند، ما اینو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اسلام نسبت بدیم. من فکر میکنم که این تحلیلی بدور از عدالت و بدور از انصاف و تحلیلی غرض ورزانه هست. زندگی 23 ساله نبی اکرم صلی الله علیه و سلم رو در دوران نبوت و 63 ساله اش را به طور کلی اگر ما نگاهی بهش بیاندازیم، در 13 سالی که پیامبر در مکه بود تعدادی از یارانش زیر شکنجه امثال سمیه ها به شهادت رسیدند. پیامبر بارها اذیت و آزار شد و مجبور شدند مسلمانان سرزمینشون رو رها بکنند، اما هیچ کس حاضر نیست از این 13 سال ظلم و ستم و خیانت و جنایتی که در حق مسلمانان روا داشته شد صحبت بکند. اموال مسلمانان صادره گردید، مسلمانان مجبور به هجرت شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن کریم در بردش می‌فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما به جای امور مشتبه تاریخی که چه بسا در نقلشون درست و غلط مخلوط شده و نه تاریخ طبری و نه تاریخهای دیگر هیچ تضمینی نکردند که ما مطالب درست رو در اینجا نقل میکنیم، بلکه طبری به صراحت گفته که بنده مانند حاتب لیل هستم، یعنی کسی که در شب هیزم میچیند و چه بسا مار افعی رو هم در داخل این هیزم بگذارد. نصوص اساسی قرآن کریم و مسلمات تاریخی رو رها بکنیم و به یک سری روایات تاریخی اینچنینی استدلال بکنیم فکر میکنم انصاف نباشد. آقای ترشابی، اون چه که صلی الله علیه و آله و سلم باز میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، اون چه که آقای خمینی انجام داد میفرمایید که هیچ مبنای فقهی نداشت، وقتی بر اساس سب نبی در واقعشون فتوای قتل سلمان رشدی رو داده بود. از دیدگاه ما فتوای آیت الله خمینی برای قتل سلمان رشدی
یک فتوای دینی به هیچ عنوان نبود، یک فتوای سیاسی بود. آیت الله خامنه ای به دنبال این بود تا در واقع افکار عمومی جهان اسلام رو به طرف خودش جذب بکنه و یک سریش این فتواهایی رو صادر میکرد که قطعا انظر دینی اشکال عمده ای داشت. چرا در همون موقع آقای ترشبی اتفاقا نکته پیغمبر اکرم خودش شخصا عذر میخوام، چرا همون موقع رهبران مذهبی چرا همون موقع نیومدن آقای خمینی رو گرفتن، یعنی فتوای ایشون رو رد بکنن؟ چرا؟ بله، سوال من اینه که چرا همون موقع، همین نکته که الان اشاره میکنه، چرا نیومدن رهبران دینی بیان و فتوای آقای خمینی رو رد بکنن، بگن این فتوا فتوای سیاسی است، ارزشی نداره؟ اتفاقا در دنیای اهل سنت، حالا من نمیخوام وارد این مبحث بشم، شما همینی که هیچ کدوم از اهل سنت در واقع از علمای بزرگ و مطرح اهل سنت چنین فتوایی رو صادر نکردن، این خودش دلیل بر این هست که در واقع به این فتوای آیت الله خمینی رو قبول نداشتند و بهش اعتراض داشتند و تاییدش نکردند. و اینو خواستم خدمت شما بگم که نبی اکرم صلی الله علیه و آله در طول حیاتش 9 بار در واقع نقشه ترورش ریخته شد و 9 بار تلاش کردند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو ترور بکنن، ولی در واقع کسی حاضر نیست از این صحبت بکنه. اون چیزی که هم شما بهش اشاره کردید، به جریانی که در مدینه اتفاق افتاد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جنگ‌های اول مسلمانان از سال اول هجری تا ششم هجری در واقع جنگ‌هایی بودند که قریش اونها رو ترتیب می‌دادند و به دنبالش بودند، مسلمانان به دنبال در واقع اون اموال مصادره شدهشون و حق از دست رفتهشون در مکه بودند و این قریش بودند که این جنگ ها رو ترتیب میدادند. و اگر نگاهی به بقیه جنگ ها هم بیاندازیم، میبینیم که این گونه بوده است که بسیاری چه در تبوک چه در خیبر و جاهای دیگر این در واقع غیر مسلمانان بودند که آمادگی میکردند برای اینکه به مدینه حمله بکنند، چنانچه در احزاب در سال پنجم در غزوه احزاب این حمله رو انجام دادند و موفق نشدند و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در جلوی این خشونت طلبان می ایستاد. و آیات قرآن کریم در مورد پیامبر اکرم که قاطعیت دارند میگن لو کن تفدن غلیظ القلب لنفضوا من حولک، اگر توی پیامبر سخت و خشن بودی مردم از اطرافت پراکنده می شدن. اون چه درباره شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم مطرح است، اینی که انظر شفقت و مهربانی حرف اولو می زدن و اینی که دین اسلام توانست در مدت کوتاهی در قسمت‌های زیادی از جهان انتشار و گسترش پیدا بکنه. و به عنوان مثال ایرانیان بزرگترین پرچمداران اسلام شدند و بزرگترین نویسندگان، محدثان، مورخان و مفسران از ایرانیان بودند. دلیل بر این هست که دین اسلام در واقع رحمت و شفقتش از نظام‌هایی که در اون دوران بر دنیا حاکم بودند مثل نظام ایران و روم اون روزگار مهربانتر بوده، رفتار بهتری داشته. بله. مسلمانان در خاور دور، در اندونزی، در مالزی که در واقع اندونزی بزرگترین کشور اسلامی است، با شمشیر و جنگ نرفتند بلکه با اخلاق اسلامی رفتند. و امروز در اروپا حتی آمارهایی که حتی درباره انگلستان و کشورهای غربی وجود دارد که بسیاری دارن به اسلام گرایش پیدا میکنن، دلیل بر این است با تمام سمپاشی های رسانه‌ای که در دنیا دارد صورت میگیرد که اسلام را به عنوان دین وحشت و ترور معرفی بکنن و دین هراسی رو دارن گسترش میدن، این دلیل بر این است که باز هم اسلام راهش رو داره در میان ملت ها باز میکنه. در این تردید نیستش که همونطور که اشاره کردید این جریانی که دست به این ترورها خشونت ها میزنه، اکثریت جامعه اسلامی رو که قطعا نمایندگی نمیکنه، احتمالا اقلیت بسیار کوچکی هست، ولی مشکل اینه که اینها خب کارشون رو ادامه میدن و این موردی که ما در پاریس دیروز شاهد بودیم بار اول نیست، همونطور که خودتون میدونید به دفعات این کارها در سال گذشته انجام شده. نمونه شاخصش که ممکنه افرادی به خاطر داشته باشن اون تیم فان خوخ فیلمساز هلندی بود که بعد از ساختن فیلم ساب میشن توسط یک
هلندی مراکشی تبار در خیابان ترور شد و کاریکاتوریست های دیگری هم بودن، کاریکاتوریست دانمارکی و افراد دیگری که در سوئد و کشورهای دیگر در اروپا هدف حملات زیادی قرار گرفتن، خانهشون با آتش کشیده شد و این مشکلات است که وجود داره و خب اونها طبیعتا توجیه هایی برش دارن، همطور که داعش امروز در عراق و سوریه توجیه هایی برای اونچه که انجام میده میتراشه و ادعا میکنه که اونها این دین هست که بهش عمل میکنه. آقای هدایتی، من میخوام بحث وارد یک فاز دیگه بکنیم و اونم صحبتی بود که آقای روحانی هم اشاره کرده بود. ایشون میگه در شرایط امروز جهان با این همه خطراتی که دنیای اسلام را تهدید میکند، لازم است که شیعه و سنی همه در کنار هم قرار بگیریم و دست به دست هم بدهیم و در دنیای اسلام وحدت ایجاد کنیم. به نظر شما وحدت شیعه و سنی میتونه جلوی رشد افراطگرایی اسلامی رو بگیره؟ ببینید، اتحاد یک پارچگی و در کنار همدیگه زندگی کردن یک امر مطلوبیه. اشتباهی که این آقایون میکنن این هست که وحدت رو جایگزین همزیستی مسالمت آمیز کردن. ما بگوییم که تمام فرقه های مسلمانان با هر اندیشه و گرایش و فکری که هستن، اینها باید در کنار همدیگه همزیستی مسالمت آمیز داشته باشن، همچنان که تمام فرقه ها و فقه اونها این مطلب رو خیلی روشن بیان میکنه. اینها میتونن با همدیگه ازدواج بکنن و داد و ستد داشته باشند، مسافرت بکنند، هیچ مانعی برای زندگی اجتماعی سالم و در رفاه و آرامش وجود نداره. یعنی در واقع هیچ مانعی وجود نداره که همه این فرقه در کنار یکدیگر زندگی کنند، در حالی که اختلافات بسیار اساسی هم داشته باشن از نظر اعتقادی. جدای از شیعه و سنی، خود فرقه های اهل سنت اختلافات بسیار فراوانی با یکدیگر دارن. باید البته این رو باید بگیم که این حالا همزیستی مسالمت آمیز یا اتحاد و وحدت عامل اساسی نخواهد بود برای جلوگیری از این ترورها، چرا که میبینیم یک ریشه در تاریخ داره. اولین خشونتها رو ما پس از شهادت پیامبر اسلام ما میبینیم که اون جریان مالک ابن نویره در زمان ابوبکر اتفاق افتاد و یک قبیله رو غارت کردن چرا که مالیات ندادن، یا در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو آتش زدن چرا که امیرالمومنان بیعت نکرده، و اون داستان‌های مفصلی که هست. و بعد میایم قرن هفتم، ابن تیمیه تمام کسانی که افکار خودش رو قبول نداره اونها رو محدور و دم اعلام میکنه و حکم تکفیر و اعدام ابن تیمیه رو، جالبه که علمای اهل سنت صادر میکنن و او رو طردش میکنن. و بعد میایم حدود 200 سال قبل، محمد ابن عبدالوهاب برخی از اون افکار رو دوباره تجدید میکنه و میگیره و غیر پیروان خودش رو، هم از سنی و شیعه، اونها رو محدور و دم اعلام میکنه و بارها به اماکن مقدس از جمله کربلا حمله میکنن، قتل عامهای چندین هزار نفره انجام میدن. و همون که جمهوری اسلامی به نظر من بر طبل وحدت میکوبه، این یک عوام فریبی هست برای سرپوش گذاشتن بر جنایت ها، برای سرپوش گذاشتن بر بیعدالتی ها و ظلم ها و عدم اجرا کردن قوانین اسلام، قوانین فراوان اسلام. اسلام قانون مالیات بر ارث نداره، اسلام قانون سربازی نداره، اسلام قانون گذرنامه و اقامت و اینها نداره و ده ها قانون دیگه، یا مثلا حجاب اجباری با باطوم حجاب بر سر مردم بکشن ندارن. برای سرپوش گذاشتن بر همه اینها، آزادی بیان کجا هست در ایران؟ حدود پنج سال هست کسی که 8 سال نخست وزیر بوده، 8 سال رئیس مجلس بوده، اینها در حصر خانگی قرار دادن. برای اینکه سرپوش بگذارن بر روی همه این ظلم ها و ستم ها، چه کنن؟ یه کنفرانس های بی اساس و بی نتیجه ای که جالب، آقای رفسنجانی گفته این کنفرانس های وحدت هیچ گونه ثمره ای نداشته، حرفی که چند سال پیش آیت الله سید صادق شیرازی بیان کرد و اون رو مورد هجوم و بی مهری های قرار دادن در طول این یک ساله و همین چند روز گذشته که از طرفداران شونو که ملبس به لباس روحانیت هست، آقای شیخ مهدی فهد رو در خیابان اصفهان حمله میکنه، از پشت فرمون ماشین خودش میکشن پایین، دستبند میزنن و به زندان میاندازن برای، و هیچ خبری هم الان ازش نیست. یک آدم ربایی علنی در خیابان اصفهان،
اینها دم از وحدت میزنن، فقط برای سرپوش گذاشتن روی این جنایت هاست. آقای عبدالحمید مولوی که جایزه حقوق بشر میگیره، بزرگ مروج افکار ابن تیمیه هست، ابن تیمیه خشونت طلب، مروج ترور و خشونت و وحشت، نماینده آقای خامنه ای، ایشون میگه ما یک وجب از عقاید خودمون عقب نشینی نمی کنیم. چگونه میتوانن با آقای مولوی عبدالحمید وحدت ایجاد بکنن و جلو این ترورها و وحشیگری ها رو بگیرن؟ آقای مکارم میگه این آموزه های آقای مولوی عبدالحمید در سیستان بلوچستان هست که منشأ این خشونت ها و ترور ها بوده. این مسائل باید به شکل اساسی و ریشه‌ای حل بشه. فقط چند نفر یک کنفرانسی درست بکنیم، چند نفر بیان اونها پلو چلو بخورن و بعد عکساش هم هست، اونها خسته از کشورهای مختلف اومدن چرت بزنن، یک نوشته ای رو هم به اونها در تهران بدن که به عنوان سخنرانی اون رو بخونن برون و وحدت اسلام درست شد و به حمد الله ما به یک پارچگی رسیدیم. آقای هدایتی، من میخوام یک بار دیگه این رو روشن بکنم، خیلی کوتاه یک جمله بفرمایید که شما اعتقاد دارین که هیچ رابطه‌ای، چون گفتید که ظاهرا پرسش که من مشخصا کردم که آیا وحدت شیعه و سنی میتونه جلوی رشد افرادگرایی بگیره، اعتقاد دارید که ارتباطی بین این دو نیست، یعنی اونچه که ما امروز به عنوان افرادگرایی اسلامی میبینیم ریشه در اختلافات بین شیعه و سنی نداره؟ بهترین سند برای مطلب بلندگوی آقای خامنه ای آقای سید حسن نصرالله، ایشون گفته که ایران قبل از انقلاب هم شیعه بود، پهلوی شیعه بود، به زیارت امام رضا این برانور میرفت، سخنرانیش موجود هست. چرا این اختلافات شیعه و سنی که الان مطرح هست که منشأ ترورها هست اون موقع مطرح نبوده؟ این ترورها منشأ سیاسی داره، گفته آقای نصرالله، استناد میکنیم. چطور آقای جمهوری اسلامی میاد میگه که ریشه این ترورها اختلاف بین شیعه و سنی هست و 17 کانال تلویزیونی یا بیشتر کمتر رو اینها رو در مورد اون اتفاقا صحبت میکنیم، در مورد اون کانال های تلویزیونی ظالمانه بر خلاف آزادی بیان اینها رو تعطیل میکنن و فقط رسانه در انحصار خودشون گرفتن. آزادی بیانی که در اسلام و در دنیای امروز هست کجا جا داره در جمهوری اسلامی؟ بله، اشارتون میدونم به کانال امام حسین و مسائلی است که بیت ها شیرازی اینها داشتن. سعی میکنیم که فرصت بشه حتما بونی اشاره بکنیم. آقای ترشابی، همین پرسش رو پاسخ از شما بشنویم. میدونم که حتما مطلبی هم دارید در مورد اون چیزی که آقای هدایتی عنوان کردن. خواهش میکنم، بنده باید به عنوان اولین مطلب با آقای هدایتی بگم شما در همون چاهی افتادید در داستان سرایی و یا در چاله افتادید در واقع که آقای مشیری افتادند و اون این که یک سری روایت‌های تاریخی نادرستی رو که آقای مشیری هم به تعدادی از این در واقع همین روایت‌های نادرست استناد کردند و شما گفتید بنده توجهی به این دروغ‌های آقای مشیری که در لابلای کتاب‌های تاریخ وجود داره نمی‌کنم، ولی شما در واقع جریان مالک ابن نویره رو به صورت ورچپه مطرح کردید، هجوم به خانه زهرا رو که توهین به علی ابن ابی طالب و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پیامبر هست که هیچ گونه سند تاریخی نداره. اشاره ایشون به ابن تیمیه کردن، محمد بن عبدالوهاب مردم رو مهدور و دم میدونست، که همه این سخنان ایشون بدون سند و مدرک هستند و ارزش علمی در این زمینه ندارند. و در رابطه با جمهوری اسلامی و اینکه اشاره کردن به مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی که اخیراً در واقع جایزه کانون حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر ایران رو از دست خانم نرگس محمدی دریافت کردند و ما شنیدیم که خانم نرگس محمدی توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایشون و مولوی عبدالحمید در واقع مورد شتم و فحاشی قرار گرفتند و آقای هدایتی در واقع در این راستا دارد حرکت می کند. از دیدگاه بنده بله، بخشی از خشونتی که امروز در جهان اسلام رواج داره مربوط به اختلافات شیعه و سنی است که عده‌ای از سیاست مداران تهران
برای گسترش قدرت سیاسی خودشون در داخل منطقه دارند ازش بهره برداری میکنند و سوء استفاده میکنند و برای صدور انقلاب، اون چیزی که آیت الله خامنه ای گفتند ما این انقلاب رو صادر میکنیم و این صدور انقلاب خب طبعا با مشکلاتی برخورده در سوریه، در عراق، در بحرین، در عربستان سعودی و در یمن و در واقع خشونت در این مناطق رو رواج دادن. در این قسمت درسته که ما قبل از سال 57، قبل از اینکه چیزی به نام جمهوری اسلامی ایران روی کار بیاد، این خشونت رو در بین شیعه و سنی نداشتیم. شیعه و سنی در کنار یکدیگر بدون این مشکلات زندگی می‌کردند. قطعاً جمهوری اسلامی ایران نقشی مهم و اساسی و کلیدی در گسترش خشونت در منطقه دارد. اگر خواسته باشیم بگوییم که چند درصد از خشونتی که حداقل در دنیای اسلام امروز صورت میگیرد نقش جمهوری اسلامی هست، میتونیم بگیم 70-80 درصدش نقش جمهوری اسلامی است. و البته نباید فراموش کرد که بخشی از خشونتی که داره در منطقه صورت میگیره مربوط به مذهب نیست، مربوط به تشکیل دولت اسرائیل هست، ستمهایی که دولت اسرائیل به مردم فلسطین انجام میده. قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای میتونستند به عنوان نمونه مسئله سوریه رو جمع بکنند، اما مصالح و منافعشون ایجاب نمی‌کرد که جریان سوریه رو جمع بکنند. در نتیجه موفق شدن در اونجا با لشکرکشی حزب الله و جمهوری اسلامی ایران و چراغ سبز دنیای غرب در واقع و اروپا و آمریکا در اونجا یک جنگ مذهبی شکل بگیرد و قطعاً هیزم این جنگ مذهبی، جنگ‌های مذهبی منطقه افراطیون هستند. فقط تفاوت شیعه و سنی، بله شیعه هم در داخل این افراط افتادند و اهل سنت هم به این افراط گرایی روی آوردند، ولی تفاوتشون در این هست که در افراط گرایی تشیع پشت سرش آیت الله خامنه ای، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، آیت الله سیستانی و مراجع تقلیدی هستند که پول نفت ایران رو و امکانات ایران رو در راه این خشونت ها دارن مصرف می کنند. با فتوای مراجع تقلید و سپاه قدس این صورت می گیرد. اما جوانان اهل سنتی که دچار افراط گرایی شدند تعدادی هستند که فتوای هیچ عالم معتبر و مرجع دینی معتبر اهل سنت را پشت سر خودشون ندارند و بهترین نمونه و مثال در این زمینه میتونیم مولوی عبدالحمید رهبر دینی و مذهبی مردم بلوچستان و بسیاری از اهل سنت ایران رو مثال بزنیم که با تمام ظلمها و ستمهایی که در 35 سال گذشته در حق اهل سنت روا داشته شده، ایشون همچنان بر صلح و دوستی و آرامش پافشاری میکنه. مطلبی که همیشه بنده این رو در برنامه پژواک شبکه جهانی کلمه مطرح کردیم، اهل سنت در واقع اگر خواهان خشونت می بودن در ایران قطعا ایران امروز این وضعیت رو نداشت. حتما. البته نکته اشاره بکنم، آقای هدایتی می دونم پاسخ دارن، ولی می خواهم بخشی از صحبت آقای مشیری رو بشنویم و این هم توضیح بدم که از اون سو شیوخ عربستان سعودی و در منطقه هم هستن افرادی که پول نفت اون کشورها رو بر اساس گزارش‌های متعددی که همونطور که اشاره کردید پول نفت ایران، اون سو هم ادعای زیادی هست که اون پول نفت سعودی خرج گروه‌های افراطی و سلفی و وهابی میشه. بخشی از صحبت‌های آقای مشیر رو با هم بشنویم. خواهش هم که دارم اینه که بحث دروغگویی اینها رو هم مطرح نکنیم، مخصوصا که آقای مشیری خودشون حضور ندارن. البته فرصت بهشون داده خواهد شد، اگر نیاز بود پاسخی بدن در برنامه بعدی ایشون صداشون انعکاس پیدا خواهد کرد. صحبت آقای مشیری رو بشنویم. همچنین بوده است از روزگار قدیم. ابن راوندی به عنوان مثال که از بزرگان اهل سنت هست میگوید از 72 فرقه مسلمین هیچ کس را کافر نشاید گفت الا رافضی. و امام محمد غزالی طوسی که بزرگترین علمای اسلام در همه ادوار بوده است میگوید که عرض کنم که رافضی به قدری پست هست که سخن با او گفتن اتلاف وقت است. اینها نظرات بزرگترین علما بودند در باب شیعیان. و خب عجب نیست. و بعد
پیروی از اندیشه وهابی است که در واقع کپی برداری از اندیشه های ابن تیمیه هست و اصولی که او گذاشته و بعد محمد ابن عبدالوهاب گرفته و بعد این رو در عربستان گسترش داده، اینها یکسره با باورهای شیعه منافات دارن. به عنوان مثال عرض میکنم توسل به جز خداوند حرام است، بنابراین شیعیان که متوسل به قبرها هستن و قبر پرستی میکنن اینها متوسل به بت هستن در واقع، و این یکی از اون موارد هست. چندین مورد هست در این آیین وهابی که یکسره مخالفت میکند با شیعه. بنابراین شیعیان از ابتدای کار بدعت‌گذار و خارج از دین محسوب بودند و توسط علمای بزرگ تکفیر شدند تا قضیه وهابیگری پیش آمد و عربستان سعودی هم به همون شدت و حدت یا بیشتر که آقایان در تهران مایل به گسترش شیعه‌گری هستند و گسترش شیعه، اینها هم مشغول بودند در این چند دهه گذشته به گسترش وهابیگری. بنابراین کار می توانیم بگوییم به منتهی درجه از رادیکالیسم رسیده است، یعنی شیعه ها از یک سو در ایران، آقایان شیعیان یعنی ملای خودمان و این رهبران دینی عربستان سعودی. بخش دیگری از صحبت های مشیران با هم بشنویمشون. به یک نکته مهمی در اختلاف بین شیعه و سنی اشاره میکنه با اونچه که حالا زمینه شاید به گفته بعضی این افرادگرایی ها شده و راه حلی همشون عنوان میکنه، بعد صحبت آقای هدایتی رو جویا میشیم از ایشون. علما و متفکرین و مؤلفین و مورخین اینها یکسره، ما میبینیم از شیعه کسی در این میانه نیست. ما در میان مورخین یک یعقوبی داریم که اونم تاریخش واقعا بسیار ضعیف هست. این هست که بیشتر بر پایه خرافات بوده است و عرض می شود که ادعا و حدیث، در حالی که ما ابو حنیفه رو داریم، امام اعظم ابو حنیفه که بیشترین مسلمانان پیرو مکتب او هستند، بزرگترین ائمه دین هست. ابو حنیفه میگوید من جز 17 حدیث نمیپذیرم، اینها رو هم از عایشه میگیرم، چون عایشه با پیغمبر بوده و همسر ایشان بوده، بنابراین سخن ایشان رو میشود پذیرفت. بنابراین امام اعظم ابو حنیفه 17 حدیث عرض کنم بیشتر قبول نکرده، در حالی که میزان احادیث اهل تشیع فکر میکنم از میلیون هم گذشته باشد. و این ماجرا عرض کنم که هرگز به انتها نخواهد رسید، جز اون که سطح معلومات و سطح دانش و انصاف و در واقع چگونه عرض کنم نگرش سیاسی به اون درجه دموکراتیک بشود که شیعه بگوید آقا عقیده سنی محترم است، سنی هم بگوید عقیده شیعه محترم است، همه با هم با صلح و صفا زندگی بکنند، مثل کشورهای پیشرفته و دموکراتیک، مثل هندوستان، مثل جاهای دیگر، وگرنه با استدلال و بحث و مجادله و مکابره به جایی نمیرسد. دوست محترم آقای هدایتی، وقتم خیلی محدود هست، میخوام پاسخ آقای ترشابی رو به همین پرسش بشنوم. صرف نظر از اون اختلافاتی که بخشش رو صحبت کردیم انعکاسم بده که واقعا راه حلی شما میبینید اون چیزی که آقای مشیری توصیه کردن، شیعه احترام بگذاره، سنی هم احترام بگذاره. نکته همش که گفتن توهین نکنید به مقدسات هم دیگه، فکر میکنید این راهگشا خواهد بود این رویکرد؟ عرض کردم تنها راه همون همزیستی مسالمت آمیز هست، چیزی که ریشه در تاریخ اسلام داره و سابقه داره و همیشه همین طور بوده، ولی میبینیم بعد از انقلاب ایران و جمهوری اسلامی این اختلافات بیشتر و بیشتر شد و عامل اصلی که فرهنگ حذف مخالف باشه جمهوری اسلامی هست. در واقع تروریسم فرزند صادراتی جمهوری اسلامی هست در منطقه، خیلی روشن هست، مستنداتش مشخصه. من یک جمله رو میخوام عرض کنم اینجا، شعاری که از اول انقلاب همواره بوده و الان در همه مراسم بدون استثنا اون رو سر میدهند، مرگ بر ضد ولایت فقیه هست. من سوالم این هست،
کسی که ولایت فقیه رو قبول نداره باید بمیره، یعنی همه جمعیت امریکا، تمام مردم چین باید بمیرن، تمام مردم هند باید بمیرن، فقط اونهایی که ولایت آقای خامنه‌ای رو قبول دارند اونها باید زنده بمانند. چگونه مرگ بر ضد ولایت فقیه باشد ولی کسی که ولایت علی رو علی علیه السلام رو قبول ندارد با او بتوانیم کاملا وحدت ایجاد کنیم؟ من بله. کلمه من اصرارم روی وحدته، وحدت مطروده بله. ولی همزیستی مسالمت آمیز مقبوله با وجود اختلاف افکار و اندیشه ها بسیار. در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. اسلامی که در ایران ترویج میشه، اسلام آقای خمینی، اسلامی که استناد میکنه به رخدادهای تاریخی ضعیف، این همین یک جمله یک دقیقه، اسلامی که به رخدادهای تاریخی ضعیف استناد میکنه مثل مستندات آقای مشیری که میگوید در یک شب 700 نفر رو سر بریدن، آقای خمینی به چنین استناد میکنه به این رخداد دروغ و جعلی برای اینکه بتواند به راحتی بکشه و بعد هم استغفار میکنه چرا که من کم کشتم. آقای خمینی میگوید من استغفار میکنم که چرا کم اعدام کردم. این اسلام، اسلام حجاجه، اسلام متوکل هست، نه اسلام نبوی و محمدی. خب شما مدار حق آقای ترشاوی رو خوردید، امیدوارم در برنامه بعدی فرصت بشه صحبت آقای ترشاوی هم در این ارتباط بشنم. از هر دوتون تشکر میکنم برای شرکت در این برنامه، بحث بسیار مهمی است و قطعاً این رو دنبال میکنیم با حضور شما. امیدواریم دفعه بعد آقای مشیری هم به طور زنده ما باشن که به بعضی از این نکاتی که عنوان شد بتونن خودشون هم پاسخ بدن. البته بخشای دیگری از گفتگویی هم که با آقای بهرام مشیری ما انجام دادیم، اینها رو روی فیسبوک و افق خواهیم گذاشت و میتونید اینها رو ببینید و دنبال کنید. بیننده افق از صدای آمریکا بودید. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. تا برنامه دوشنبه افق.